أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك وصفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن تذکر می دهم. زندگی هر انسان در هر لحظه در خطر و در معرض زیان و آسیب است، هم از نظر جسمی و فیزیکی و هم از نظر تربیتی و روحی و اخلاقی. تنها چیزی که انسان را حراست می کند و حفاظت می کند و به سعادت می رساند این است که انسان تقوا و پروا را و نظم را رعایت کند. لذا امیر بیان امام سفیدرویان فرمودند شما را به تقوا و نظم در زندگی سفارش می کنم. موضوع خطبه اول بحث شناخت خیر و شر بود، با یکی دو تا فرمول و فراز از قرآن این بحث را دنبال خواهیم کرد. در خطبه دوم مناسبت مهمی که داریم، 25 شوال، شهادت امام صادق علیه افضل صلوات المسلین است که نکات را پیرامون این موضوع خواهم عرض کرد. مسئله انفجاراتی که در روز چهارشنبه متاسفانه باز هم از دست آلوده و خبیث، از دست‌های آلوده و خبیث بیرون آمد و این جنایت هولناک باز هم در کشورمان به وقوع پیوست، از موضوعات است که به این مسئله هم توجه خواهد شد. و نکات دیگری هم در لابلای بحث و در واقع گفتگو پیرامون اوضاع زندگی و جامعه
انشالله مطرح خواهم کرد. عرض شد که ما انسان ها دنبال خیر هستیم، اما این گونه نیست که هر انسانی خیر را به راحتی بشناسد. ما من حیث المجموع دنبال اینیم که از شرارت فاصله بگیریم و پرهیز کنیم، اما خیلی وقتا در اثر عدم شناخت گرفتار شر و بدی خواهیم شد. مصداقش عرض کردم، خیلی وقتا ما فکر میکنیم بخل و این که ما چیزی را به موقع هزینه نکنیم به نفع من هست، اما بالعکس گاهی این بخل به ضرر انسان تمام میشود. خیلی چیزها را ما دوست داریم، عسى ان تحب شيئا، خیلی وقتا ما چیزهایی را دوست داریم اما اون چیزهایی که دوست داریم به ضرر من هست. خیلی وقتا از چیزهای کراهت داریم، اونها را خوب نمیدانیم، با اونها باور نداریم اما به نفع من هست. ان تکره شیئا و هو خیر لکم، بسا چیزهایی را که بد میدانیم اما به خیر ما هست. لذا باید برای شناخت خیر و شر دقت کنیم. یکی از چیزهایی که گاهی به انسان سنگینی میکنه مخصوصا در بعض شرایط، احسان به همه است. کسی با ما در تعاملش، در برخوردش، در رابطهش توجه نکرده، قدرتی داشته، امکاناتی داشته، در مقابل ما بد عمل کرده. گاهی این گونه فکر میکنیم که باید جبران کنیم، تقاص بگیریم، انتقام بگیریم. اما قرآن در سوره مبارکه الرحمن، 55 سوره قرآن که معروف است به عروس قرآن، در آیه 60 یک فرمول در قالب یک سوال مطرح میکنه، سوالی که هر وجدان بیداری و هر فکری که درک و اندیشه را داشته باشد او را قبول میکند. میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان جز احسان خواهد بود؟ ما برای اون که یک زندگی با عزت، با اقتدار، یک زندگی مورد قبول خرد جهانی داشته باشیم، از این فرمول ها باید استفاده کنیم. احسان هیچ وقت پشیمانی نداره. گاهی آدم تندی میکنه، بی‌حوصلگی میکنه، خلاف احسان عمل میکنه، مکرر انسان گرفتار ندامت و پشیمانی میشه. اما چیزی که پشیمانی ندارد احسان است. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ پاسخ این سوال به خود ما واگذار شده. پیدا می شود یک انسانی که روح انسانی داشته باشد احسان را با احسان پاسخ ندهد؟ اساساً انسان کسی است که در مقابل احسان احساس مسئولیت می کند. علی علیه السلام فرمودند با مردم رفتار زیبا داشته باش، با همه مردم. اینه که انسان با پدرش رفتار خوب داشته باشه، با فرزندش، با استادش، با همسرش، اینها که وظیفه است. ما درباره والدین داریم ولا تقل لهما اوف، در روایات داریم بهشت و جهنم پدر و مادرته. در رابطه با خانواده داریم که همسر را جز انسان پست آزار نمی دهد.
در رابطه با همسایه داریم که اگر کسی به خدا و پیغمبر ایمان دارد او سیر نمیخوابه همسایش گرست نباشه. اما ما قسمت مهم میره که اینجا مد نظرمون هست تعامل با مردمه. علی علیه السلام فرمود با مردم رفتار زیبا و شایسته داشته باش. وقتی شما با مردم رفتار نیکو داشته باشین همون گونه که ما رفتار نیکو داریم مردم با ما رفتار نیکو خواهد داشت. امروز اگر ما شاهد خیلی از بیمهری ها، بیعاطفگی ها، خشونت ها، صعوبت ها هستیم، بخش زیادش برمیگرده به برخوردمان. اینه که میگم ما از یک فرد، از منظر یک فرد و خانواده نگاه نکنیم، از منظر یک جامعه نگاه کنیم. هر که تلاشش نیکو شد زندگی و جایگاهش خوش خواهد بود. شما در هر شرایط، در هر خلاصه تحول، کسانی را که با مردم خوبی کردن، با مردم نیکی کردن، با مردم به زیبایی برخورد کردن، زندگی اینها را مطالعه کنین، اینها زندگیشان دستخوش حوادث نیست، دستخوش تحولات نمیشه. اینها از آرامش نسبی همیشه برخوردارن ولو دیگران در اضطرابن. پس بیاییم از این نسخه برای بهتر شدن جامعه من استفاده کنیم. یکی از خواسته هامون، دعاهامون، تلاش هامون این است که خودمان، خانوادمان، نسلمان عاقبت به خیر شود. چگونه انسان عاقبت به خیر می شود؟ اگر انسانی نیکی هایش افزایش پیدا کند، فراوان شود به همه مردم، این عامل عاقبت به خیری است. شاید ما بعض وقتا تحملمان کم باشه، ظرفیتمان ایجاب نکنه، نخواهیم این فرمول رعایت کنیم، اما این یک حقیقت است. من احسن الی الناس، هر کی به مردم نیکی کرد، حسنت عواقبه، پایان کارش نیکو میشه. و سهولت له طرقه، راه‌های عاقبت به خیری در فراروی این انسان باز می شود، سختی ها و دشواری ها بر او آسان می شود. زیاد فرصت ایجاب نمی کنه، این فرمول خیلی فرمول مندگار و جامع و همه جانبه است. امیر بیان فرمودن لا تزم و ابدن عواقب الاحسان، این استثناء نداره، مذهبی نیست که بگیم مختص به یک مذهب است. فرمود لا تزم و ابدن، هرگز مورد مذمت قرار نمیگیره، مورد نکوهش قرار نمیگیره. چی؟ عواقب الاحسان. اگر ما اهل احسان باشیم در هر شرایط، در جنگ، در صلح، در فشارهای اقتصادی، در تنگناهای زندگی، در زندان، در مکتب، در رسانه، در هر جا ما اهل احسان باشیم، پایان کارمان ندامت نیست. کسی علیه ما موضع منفی نمیتواند بگیرد، اگرم بگیرد نمیتواند جهانی کند، اعلام کند. مردم اذهان اینها را قضاوت میکنه، بررسی میکنه. زیاد فرصت نیست، من به خاطر بعضی از نکاتی را که میشنوم و میبینم در لابلای برخوردها در این تحولاتی که پیش آمده، هم جنبه مثبت داره بعضی برخوردها، هم بعضی جاها شاهد بعضی از بی‌ثباتی ها هستیم، بعضی فشارها رو میبینیم. گاهی بعضی ها فکر میکنن از این طریق میتوانن
استحکام بیشتری را برقرار کنن، امنیت بیشتری را برقرار کنن. من به عنوان یک فرمول که به این عقیده دارم از آدرس امیر بیان این بحث تکمیل کنم. میدانین یکی از آثار گران سنگ امیرالمومنین نامه هایی است که حضرت به عمالشان نوشتن، به مأمورینشان نوشتن. 79 نامه از علی علیه السلام در نهج البلاغه ما داریم. در بین این نامه ها نامه 53 طولانی ترین نامه است. اگر حافظه یاری کنه حدود 160 چند فراز، یعنی 160 چند موضوع مهم اجتماعی را در زندگی بشر حضرت در اینجا مورد توجه قرار داده. و جناب مالک اشتر در شرایطی که جناب محمد ابن ابی بکر در سختی و دشواری قرار گرفته بود برای اعزام به مصر، مالک اشتر را انتخاب کرد و این نامه را به عنوان یک دستور کار نوشت. خیلی به نکات ریز و مهم اداری و حکومتی و اجتماعی پرداخته. من فرازهای این نامه را خواندم. هر کدامش انسان وقتی تمرکز میکنه از دیگری زیباتر است. کسانی که اهل مطالعه هستند در همون نهج البلاغه نوشتن زیبایی های تمام نامه ها رو داره، طولانی ترین نامه و حاوی همه زیبایی ها. در یک فراز از این نامه حضرت اشاره میکنه به تحولاتی که گاهی پیش میآید، تغییراتی که پیش میآید در اداره، در حاکمیت، در جامعه، یک چیز طبیعیه. بعد میفرماید که از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو میکنند از خود دور کن. دیدین بعضی ها وقتی یک تحول میایه نقاط ضعف عده ای را یادداشت میکنن، میروند به حاکمان زمان گزارش میکنن. این وضعیت من دارم میبینم در بین همه، در ولسوالی ها، در شهرها، در حوزه ها. یک عده میشن خبرچین. حضرت میفرماید اگرچه اینها به این تلاش میپردازند، اینها را به جناب مالک اشتر و عنوان والی و به همه والیانی که برای آبادی و امنیت کشور کار میکنند فرمود که اینها را از خود دور کن و دشمن بدار، اینها را دوست نپندار، اینها را دشمن فرض کن. فرمود زیرا مردم عیوبی دارن. نمیشه فکر کنیم که مردم بی عیبن. که رهبر امت در پنهان داشتن این عیبها از همه سزاوارتر است. اگر رهبر امت، اگر مسئول یک جامعه و یک نقطه اینها را مخفی ندارد، پنهان ندارد، کی اینها را پنهان بدارد؟ مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی. ما وظیفه داریم شرایط را مدیریت کنیم. قرار نیست هر گزارشی را وسیله مردم آزاری قرار بدیم. شاید خیلی ها خودشان با همدیگه شکر رنجی دارن. ما وظیفه داریم امنیت حفظ شود، اما قیمت حفظ امنیت، راه حفظ امنیت اینها نیست. آنچه که هویدا هست بپوشانی که داوری در آنچه از تو پنهان است با خدای جهان است. قرار نیست که ما بریم جزئیات زندگی مردم بررسی کنیم، نکته ضعف پیدا کنیم. همونطوری که ما دوست داریم خدا از ما بگذرد، باید از دیگرها بگذریم. اونجایی که حقوق مردم در خطر است، بله، باید حساس باشیم. فرمود
گره هر کینه ای را در مردم بگشای. ما باید برای تأمین امنیت کینه ها را برطرف کنیم. جامعه گرفتار حقد و عداوت و کینه، جامعه متعالی، جامعه آزاد و آرام نخواهد بود. رشته هر نوع دشمنی را قطع کن. خدا در قرآن می فرماید ادفع بالتی هی احسن، همه جریان ها را به زیبایی مدیریت کن تا دشمنی ها تبدیل به دوستی شود. از آن چه در نظر روشن نیست کناره گیر. قرار نیست ما بگردیم، جاسوس بگذاریم، خبرچین بگذاریم، یک نکته منفی پیدا کنیم. ما باید این ناآرامی ها، ناامنی ها و این فاصله ها را با زیباترین مدیریت تبدیل به آرامش، به فرصت، به پیشرفت و به تعاون و اعتماد کنیم. بدون اعتماد، بدون همکاری، بدون دلسوزی، بدون همدلی به سعادت رسیدن، به امنیت بزرگ و کلان اجتماعی رسیدن شاید میسر نباشد. در تصدیق سخنچین شتاب نکن. این جمله خیلی قیمت داره. زیرا سخنچین گرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود. خیلی نقطه دقیق است که مسئولین هر حاکمیتی بفهمه کسانی که با اونا گزارش می دهن آیا مسئولانه است؟ در هر اداره، در حتی خانه، وقتی یک کسی میاد دنبال گزارش دادن، این مدیر، این حاکم، این مسئول باید بفهمه از چه باب وارد میشه. میدونین غفلت بده، حالا در خطبه دوم عرض میکنم، اما تغافل لازم است. تواضع خوبه، اما شخصیتش انسان خرد کنه جایز نیست. یک مرز است بین اینها، مرز است بین احساس مسئولیت و این که ما حرف دشمن را که در عبارت دوست بیان می شود تشخیص ندهیم. اما خیانتکار است. حضرت فرمود سخن زود قبول نکن اگرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود، اما خیانتکار است. با تأیید و تصدیق خیانتکار نمی شود جلوی خیانت را گرفت. امید است با استفاده از همه راه های سعادت و هدایت و بصیرت مشکلات اجتماعی من را پشت سر بگذاریم و به یک زندگی مورد قبول خرد و جهان، مخصوصا خدا و اعتقاد و ایمان من برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح.
ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. امروز 26 و به یک احتمال 25 شوال، روز 25 شوال سال 148، شهادت جانسوز کشاف حقایق شیخ الائمه حضرت صادق علیه افضل صلوات المسلین است. این مصیبت و این مناسبت را گرامی می دارم و به محضر مولای من صاحب الزمان صلی اللہ علیه و آله ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا به همه مسلمین به شما عزار تسلیت عرض می کنم. نماز جمعه هم از جایگاه خطیر و ارزشمند برخوردار است و هم مسئولیت های سنگینی را به عهده دارد. ضمن صحبت از شخصیت امام صادق و موضوعاتی که لازم است قبلا اشاره کنم، روز چهارشنبه باز هم کشورمان خودمان شاهد حوادث تلخ و ناگواری بودیم. در ساعات پایان روز در این شهر 3 موتر مسافربری پی هم در 3 نقطه منفجر شد. تعدادی از انسانهای بیگناه، انسانهای بیدفاع، انسانهای مظلوم، اکثرا خانواده های آسیب پذیر و فقیر یا به شهادت رسیدن یا مجروح شدن. من دیروز ساعت 5 رفتم شفاخانه دیدن مجروحین این حادثه. یک محترم در کابل خبر داریم که در اونجا منفجر شد و تعدادی از مسلمان ها اونجا مجروح و شهید شدن. اینهایی را که دیروز رفتم به دیدنشان، متاسفانه تعداد زیادی از مجروحین همینطور از شهدا، از خواهرها بودن، البته مردا هم هستن. باور کنین دیدن اینها خیلی برای انسان دردآور است. اکثرا پاها را از دست دادن. من خانمی را دیدم که کنار همسرش نشسته بود و هنوز همسرش متوجه نبود پاهاش قطع شده و او خیلی تلاش میکرد. ما برای دلجویی رفته بودیم که بلند صحبت نکنیم. ما متوجه نبودیم. میگفت این متوجه نیست، هنوز پاهاش قطع شده. گریه میکرد. میگفت من یک ماه عروسی کردم. واقعا این فاجعه است. چرا این اتفاقات بیفته؟ با احساسات و با عاطفه هم مشکل حل نمیشه. بررسی هایی که صورت گرفت نسبتاً خدماتی که در شفاخانه است عالی است، خوب است. من از زبان مسئولین نمیگم، دوستانی که با ما اونجا رفته بودن در بطن ماجرا بودن گفتن که خیلی زحمت میکشن مسئولین شفاخانه ها. رفته بودیم اگر اینا نیاز باشه به جای دیگری، یعنی به شفاخانه های شخصی کمکشان کنیم انتقال بدیم. همه به این نقطه اتفاق داشتن که نه، اینجا از همه جا بهتر است. بعضی هایی هم که برده بودن شفاخانه های شخصی، اونها حالشان بدتر شده بود و بر می گرداندن، اما بستر خالی نبود، جا نبود. ما از این جهت تشکر میکنیم. اما چرا این اتفاقا بیفته؟ نکته ای را که باید توجه داشته باشیم، اکثر این مصیبت ها سراغ انسان‌های مظلوم، فقیر، آسیب پذیر می آید. اما یک بخشش، بخش مهمش به خاطر بی‌توجهیه. یک موتروانی که 20 نفر، 25 نفر مسافر را وظیفه داره انتقال بده، این باید خیلی دقیق باشه در این شرایط. حکومت مسئولیت داره، امنیت مسئولیت داره، همه مسئولیت داریم. اما
اینم به عنوان کسی که از این راه منبع درآمدشه، منبع کارشه، منبع امرار معاششه باید توجه داشته باشه. ما امروز وظیفه داریم، مسئولیت داریم، شرایط اینطوری پیش آمده. حالا اینا رو کی انجام میده؟ خب شما شنیدین داعش که اینا رو به عهده میگیره، مسئولین و دستندرکاران مسائل امنیتی اینها میگوین ما داعش در خیلی جاها مخصوصا در این نقطه خونسا کردیم، نابود کردیم. به این سادگی در لحظه نزدیک به هم سه تا موتر منفجر میشه. معلومه یک بخش عظیمی به خاطر بی‌توجهی یا غفلته. اون موتروانی که وظیفه داره و از ایران زندگی میکنه باید هر لحظه مسافری را که مینشینه متوجه باشه کیست، صندلی ها را داخل موتر تطهیر بکنه، چک بکنه. اگر یک فرد مشکوکی وارد میشه صحنه را دو مرتبه رها میکنه، مسافرین خبر بده، به مسئولین امنیتی خبر بده. من نمیگم همه مسئولیت دارن، اما بخشی از مسئولیت مربوط میشه به همین عزیزانی که وظیفه‌شان این کار است. حضرت علی علیه السلام فرمودن الغفلت و زلاله، غفلت گمراهی است. تنها در مسائل اخلاقی نیست، در مسائل زندگی هم هست. ما به همین سادگی میگیم پا قطع شد. میدونین یک انسانی که وقتی از نعمت پا بی بهره میشه چقدر مشکل داره؟ این عمرش چطوری باید به سختی سپری بکنه؟ یک کسی که دستهاش در بدنش نیست شما تصور بکنین چقدر مشکل داره؟ یک عمر این کل بر خانواده میشه، بر جامعه میشه. حالا یک جامعه مرفعی اگر هزینه زندگی او را فراهم بکنه، خب او شستشو لازم داره، او نظافت لازم داره، او عبادت لازم داره، چقدر زندگی سخت میشه. آدم وقتی میره به محلی که اینها اونجا دارن درمان میشن متوجه میشه چقدر فاجعه است. چشم از دست داده، دستها از دست رفته، پاها قطع شده. این مصیبت ها و این ضررها به این سادگی قابل جبران نیست. هم جامعه جهانی نسبت به این موضوعات باید توجه بکنم، هم حاکمیت، هم خود مردم. و من معتقدم اگر رابطه عمیق، رابطه صمیمی بین حکومت و بین مردم به وجود بیاید، یقینا بخش زیادی از این حوادث کنترل میشه. یقین داریم که هستن دستهای ناپیدا و آلودهی که از تأمین امنیت ناراحتند. اینا میخواهند با ایجاد این وضعیت اعتماد بین حکومت و بین مردم را کم کنند، فاصله ها را زیاد کنند. ما خواهشمان این است که توجه بیشتر شود، ارتباط بیشتر به وجود بیاید، تعامل بیشتر بین مردم و بین حکومت به وجود بیاید. یکی از راهاش اینه که از خود مردم در مراکز امنیتی نیروهایی وجود داشته باشه که باعث شود اعتماد مردم و اتکای مردم بیشتر شود تا این قضیه مدیریت شود. ما باز هم این حوادث را محکوم میکنیم و عاملین اینها را انسانهای جاهل، انسانهای بی اعتقاد به خدا، بی اعتقاد به آخرت میدانیم. کسی که میایه عده بیگناه را، خانمی که از راه دوری آمده با دو سه تا طفلش برای که اینها را درمان بکنه، در نقطه دوری شهر هم زندگی میکنه، وقتی برمیگرده من گذاشتن داخل موتر یا زیر موتر ایره منفجر کردن، این کار سختی نیست. اما عمق خباثت است، عمق رذالت و پستی و ناجوانمردی است.
مسئله دوم شهادت آقا امام صادق علیه السلام با همین شرایط دشواری که بود، دیروز الحمدلله در همین مکان مقدس جلسه بزرگداشت از شخصیت امام صادق علیه السلام برقرار بود. جلسه با همکاری بخش‌های از امارت اسلامی، مسئولین حج و اوقاف و ارشاد، بعضی از مراکز، حوزه‌های علمیه، دانشمندان و فرزانگان و علمای که در این شهر و در این مرکز و در این ادبگاه حضور داشتن برقرار شد. من تشکر میکنم از رسانه ها که این برنامه را خوب پوشش دادن، از همه مسئولین. با این وحشتی که به وجود آمده بود، الحمدلله جلسه بسیار با عظمت برگزار شد و خیلی از فرمولها و نکاتی را که امام صادق علیه السلام برای یک زندگی و یک جامعه ایدئال در نظر داشتن اینجا گفته شد، مخصوصا از زبان سخنرانان از هر دو مذهب، پیروان جناب ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه، رئیس مذهب احناف که مورد تکریم و مورد حرمت آقا امام صادق و به نقل تاریخ و به زبان خودشان که دوستان و علمای اهل سنت ما دیروز بیان کردن، شاگرد امام صادق علیه السلام، این قضایا گفته شد، رسانه ها پخش کردن. ما از نیروهای امنیتی که در امنیت این برنامه بزرگ ما را یاری کردن، از علما و نخبگان، از دوستان رسانه‌ای تشکر و قدردانی میکنیم. منم دو سه تا جمله یا دو سه تا نکته را درباره امام صادق علیه السلام عرض بکنم. آقا در یک شرایط قرار داشتن که خیلی دشوار بود، اما از فرصت استفاده کردن. هم تعداد شاگردان را که امام صادق تربیت کرده قابل مقایسه با هیچ دانشگاهی نیست، هم اون شاگردانی را که حضرت تربیت کرد از نظر فهم، شعور، دانش، ظرفیت قابل مقایسه نیست. دانشگاه امام صادق هم کمن و هم کیفن استثنائی است. جناب مالک ابن انس فقیه مردم مدینه، مدینه فرودگاه وحی است، نزدیک 10 سال پیغمبر در مدینه حضور داشته. فقیه مدینه میگوید کنت ادخل الی الصادق جعفر ابن محمد، من اگرچه اینجا محمد اسم امام باقر علیه السلام است که امنام آقا رسول الله است، پدر بزرگوار امام صادق علیه السلام، علا کل حال ایشان میفرماید من میرفتم خدمت جعفر یعنی امام صادق فرزند حضرت باقر. کنت ادخل الی الصادق، معلوم میشه که یک بار نبوده، مکرر. فیقدم لی مخده، حضرت خودش متکا و پشتی به پشت من میگذاشت. و یعرف لی قدرا، خیلی مرا احترام میکرد، عزت میداد، تکریم میکرد. و یقول یا مالک، حضرت میفرمود مالک انی احبک، من تو را دوست دارم. امام صادق با اون همه عزت و احترام تصریح میکرد من تو را دوست دارم. امروز متاسفانه عده‌ای از این اختلاف مسائل مذهبی وسیله برای دشمنی ساختن، دکان درست کردن برای که راحت زندگی کنن، در رفاه زندگی کنن، در کشورهای مرفه زندگی کنن، اما مسلمان ها را به جان هم دیگه بیاندازن. نشناسین مذهب را از این رسانه ها.
الا رسانه‌ای که از خودمان هست و مورد تاییدمان هست و تحت کنترلمان هست. این فضای مجازی گاهی خیلی به زیان و ضرر کار میکنه، البته ما میتونیم به نفعمان هم مدیریت کنیم. این رابطه را ببینین، امام صادق به نقل خود مالک ابن انس فقیه اهل مدینه به ایشان میفرمود من تو را دوست دارم، فکنتو اسر رو به ذالک، من از اینی که امام صادق به من اینگونه برخورد میکرد خوشحال میشدم، و احمد الله علی، خدا را هم میکردم که من مورد لطف امام صادق هستم. او میشناسه امام صادق کیه. بعد میگوید من وقتی میرفتم به دیدن امام صادق، و کان رجلا لا یخلو من احداث ثلاث، یک مردی بود یکی از این سه حالت داشت، یا روزدار بود یا نماز میخوان و یا ذکر میگفت. میفرماید از بزرگان اهل عبادت بود. در واقع ایشان با این بیان میفرماید و اکابر الزهاد، امام از بزرگان اهل زهد بود. زهد یک مقوله بسیار بالایی است که فرصت بیانش نیست. شرط نبوت همه انبیا زهد است. مالک ابن انس میفرماید امام صادق از اکابر زهاد بود. یخشون الله عز وجل، اون آیه را داره در این عبارت خودش منعکس میکنه، انما یخش الله من عباده العلماء. و کان کثیر الحدیث، میفرماید نکته زیاد داشت، حرفش مطلب زیاد داشت، طیب المجالسه، بیانش خیلی شیوا بود، خیلی دلنشین بود، دلبرو بود، کثیر الفوائد. وقتی میرفتم از این کلاس، از این محضر خیلی استفاده میکردم. رابطه بین امام و همه مسلمان ها رابطه ارزشمند، رابطه مفید و رابطه روشنگرانه بود. ابو بحر جاهز، دانشمند معروف قرن سوم، میگوید جعفر ابن محمد شخصی است که علم و فضل او جهان را پر کرده، و گفته می شود که ابو حنیفه رحمت الله علیه، رئیس مذهب حنفی، و سفیان ثوری از شاگردان او هستند، و شاگردی این دو نفر در اثبات عظمت علمی او کافی است. جناب ابو حنیفه فرمودند من فقیه‌تر و آگاه‌تر از امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام ندیدم. ابن حیسر عجر حیسمی شافعی مفتی حجاز میگوید به اندازه‌ای که از امام صادق علوم مختلف نقل شده که آوازه آن در همه جا پیچیده و بزرگترین پیشوایان علم حدیث مانند یحیی بن سعید ابن جرای مالک، ابن جرای مالک، سفیان ثوری، ابو حنیفه، ایوب سجستانی، سفیان ابن عیینه از او نقل روایت میکردند. فراز را بگم و بحثم جمع کنم. در زمان در مسجد النبی 900 نفر امام یعنی استاد نقل حدیث میکردند، همه نسبت میدادند به امام صادق. حضرت وقتی مکه می رفت در مسجد خیف مجلس برگزار می کرد، اینطوری نبود که فقط شیعه ها بیاین، تمام مسلمان ها می آمدن، از محضر آقا استفاده می کردن. الحمدلله ما شاهد یک اخوت و برادری و عزت دیروز در همین مصلا بودیم. امیدواریم که با نشست های علمی، پیشنهاد می کنم همون گونه که از شخصیت امام صادق علیه السلام و مناسبت شهادتش
بزرگداشت شد، از امام اعظم حضرت ابو حنیفه هم بزرگداشت بشه. این رابطه بیشتر روشن بشود، توطئه هایی را که تکفیری ها و وهابی ها روی دست دارن با استفاده از این فرصت ها و روشنگری ها اینها خونسا شود، تا جامعه ما به سمت روشنی، بصیرت و هدایت بیشتر حرکت کنند. همیشه تشنگان قدرت، تشنگان ثروت، اونهایی که از فرصت ها به نفع عده خاص استفاده می کنند، از این ماجراها و از این روشنی ها در خطرن و احساس خطر می کنند. در زمانه امام صادق هم این گونه بود، قدرت ها، حکومت ها نمی توانستند شخصیت مثل امام صادق رو تحمل کنند. رابطه دانشمندان را با حضرت بتابند و تحمل کنند، لذا دنبال ساختن صحنه ها بودند. امروز هم از روابط حسنه خیلی ها نمی توانند استقبال کنند. چرا؟ چون منافعشون در خطر است، منفعت اونها در آنارشیزم است، در ناامنی است، در بی‌ثباتی است، در دشمنی عده‌ای با عده دیگر است، لذا تحمل نمی کنند. اما انسان‌های هدفمند، انسان‌های مقاوم، انسان‌های مسئول و وفادار و توانمند می‌توانند ماجرا را و عرصه ها را مدیریت کنند. دیگه طولانی نشود، می‌دانم همه شما با اون که شنیده این و تحمل کردین و اشک ریختین در مصیبت این امام بزرگ، باز هم منتظرین من اشاره کنم به مصیبت حضرت و بگذرم. کوه علم و دانش بود، عظمت بود. وقتی هر صحنه سخت پیش می آمد حضرت تحمل می کرد. یک ظالمی آمد در دوران حکومت منصور و امثالهم که اینها اهل جور بودن، ادهی را اذیت کرد، یک کسی را پیدا کرد، حاکم و همون مسئولی که در مدینه بود به نام داوود فرقد، گفت که دوستان امام صادق را به من معرفی بکن، میخواست اذیت بکنه. اونم فهمید که جان اینها در خطر است، زیر بار نرفت، گفت من نمیشناسم. خیلی که فشار آورد گفت میشناسی، اگر معرفی نکنی خودت اذیت میکنم. گفت اگر اونها را بشناسم باز هم به تو معرفی نمی کنم. خیلی که فشار آورد گفت که خودت کشته میشی. گفت مشکل نیست، حاضرم کشته بشم، اما جان کسی را به خطر نیندازم. همون موضوعی را که در خطبه اول عرض کردم، گفت اگر یکی اینها زیر پای من باشه، حاضر نیستم سر از بدنم جدا بشه، پایم از بالای اینها بردارم. این انسان به جرم این که جان دیگرها را حفظ کرد به شهادت رسید. خبر به امام صادق دادن آقا این حاکم ظالم، این دوست شما را به جرم این که جان دیگرها را حفظ کرده به شهادت رسانده. از رفت رفت و رکت نماز خوان، تاریخ داره، مثل همه بزرگی های امام صادق وقت نماز خوان رو به قبله ناله زد خدا. قرآن می فرماید و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، تیره تو نزدی یا رسول الله، خدا تیره زد. امام صادق فریاد زد خدایا این ظالمی را که دنبال خون مردم است، دنبال ظلم و بیداد است، به تیری از تیرهایت هدف قرار بده. خدایا در روز شهادت امام صادق، در ایام شهادت امام صادق، عاجزانه از تو میخواهیم در این فضایی که معتقدیم دعا مستجاب میشه، اونهایی که این مظلومین این گونه هدف قرار دادن، خدایا اگر دیگران نمیتوانند، ما نمیتوانیم اینها را تیر بزنیم و هدف قرار بدیم، خدایا تو خودت به هدف قرار بدیم، اینها را نابود کن. تا دعای آقا به پایان رسید، یک وقت دیدن از خانه این ظالم صدای ناله بلند است. گزارش دادن او نابود شد، خیلی آقا را اذیت میکردن. نیمه های شب میامدن شخصیتی مثل امام صادق را از خانه بیرون میکردن،
استاد الاساتید بیرون میکردن، اونها سوار بر اسب، این کوه علم و عظمت پیاده چقدر سخت است. مثل امروز وقت بدن آوره به خاک سپردن، شاعری کسی که در صحنه حاضر بود فریاد زد مردم روی این بدن خاک نریزید. میدانید این بدن کیست؟ شبی که آقا را به خاک سپردن، امام کاظم وقتی آمد دید خانه پدر خاموش است، اتاق پدر خاموش است، رفت شمع را روشن کرد، فرمود تحمل دیدن اتاق خاموش پدر را ندارم، چراغ هدایت و بصیرت امام صادق خاموش نیست. امروز ما شاهد این روشنی در سراسر گیتی هستیم. خدایا این چراغ و این شعله را روشن‌تر بگردان، ما را قدردان این بزرگی و عظمت بیش از پیش قرار بده. خدایا ما را در مصیبت این بزرگوار شریک ناله ها و گریه های میوه دلش، یادگارش امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار بده. شخصیتی که امام صادق فرمود اگر او را درک می کردم لو ادرکتو تمام عمر خادمش خواهم می بود. خدایا ما را در مصیبت جد شریک ناله های اون عزیز قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.